سلام دوستان خب تو این جلسه از قسمت آمار دوره آمار توصیفی میخوایم گام های تجزیه تحلیل داده ها رو به شما بگیم در واقع افرادی که وارد بحث تجزیه تحلیل داده ها و یا کار آمار میشن و با دیتا میخوان سر و کار داشته باشن بهتره که فرایندش رو قبلش بدونم و بدونن چه استپ و گام رو باید بردارن تا به یک در واقع فرایند مناسبی از این کار برسن قبل از اینکه حالا من فرایندش رو توضیح بدم بهتره با یکی دو تا از اصطلاح در واقع آمار بهتر آشنا بشیم من فقط دو تا از این اصطلاح رو بسید که قبل اینکه وارد گام ها بشیم بهتون میگم خاطر اینکه توی این مپس اهمیت داره یکی بحث جمعیت هستش جمعیت توی مپس آمار و تجزیه تحلیل داده ها در واقع کل اون فضایی هست که من میخوام تحلیلش بکنم تجزیهش کنم و تحلیلش کنم حالا اینجا اگر شکل رو ببینیم ما داریم جمعیت کل کره زمین رو میبینیم که حالا بیشتر از ظرفیتش هم شده وقتی من بخوام سن افراد توی دنیا رو تحلیل بکنم تجزیه تحلیل, تحلیل کنم جمعیت من میشه کل افرادی که روی کره زمین زندگی میکنن کل انسان ها اگر بخوام کل موجودات زنده روی زمین رو تحلیل بکنم میشه تمامی موجودات زندهی که روی کره زمین هستم پس یک مجموعی از اینها هست حالا اینجا من مثال هم اوردم مثلا جمعیت انسان که صحبت کردیم کل آبهای آشامیدنی من میخوام این رو تحلیل بکنم از لحاظ حالا اینکه کیفیتشون چجوریه چقدر آب شور دارم چقدر آب شیرین دارم و غیره پس کل آبهای روی زمین میشه جمعیت من مشتریان یک سازمان من میخوام اونها رو تحلیل بکنم پس مشتری من یک در واقع جمعیت من هستش گلوبولار قرمز توی خون یک انسان یک انسان رو در نظر بگیریم کلا اون جمعیت من میشه خون اون انسان میشه جمعیت من که میخوام در موردش اطلاعات کسب کنم اونو تحلیل بکنم و به یک یه سری نتایج برسم پس به مجموعه کل هایی که دوست داریم در موردش اطلاعات کسب کنیم میگن جمعیت اما جمعیت خیلی زیاد میتونه باشه میتونه نامتناهی باشه البته این متناهی ها ولی انقدر زیاد باشه که نتونم باش کار بکنم به خاطر همین قضیه یک مبحثی به نام نمونه میاد وسط خب ما نمونه گیری میکنیم نمونه طوری گرفته میشه یعنی زیر از این جمعیت هم که خیلی زیاد هست و نمیتونم همش رو تحلیل بکنم دیتاش رو جمع بکنم حالا به علت این که از لحاظ مالی امکان پذیر نیست از لحاظ فیزیکی امکان پذیر نیستش یه سری محدودیت ها دارم محدودیت حالا منبع دارم و هر چیزی من یه دمونه از اون جمعیت رو میگیرم که یک زیرمجموعه از اون جمعیت من میشه و اون رو تحلیل میکنم و بر اساس تحلیل اون استنتاج میکنم که رفتار جمعیت من چطور میتونه باشه به خاطر اینکه نمیتونم کل جمعیت هم رو تحلیل بکنم حالا نمونه ای که میگیریم خب نمونه در واقع باید نمایانگر اون جمعیت باشه من باید طوری نمونم رو بگیرم که بتونم از اون به اطلاعات جمعیت برسم خب به خاطر اینکه و بتونم با من منابع کمتری یا حالا امکان پذیر هستم بودم من نمونه رو میگیرم اما نمونه هر نمونه درست نیستش مثلا اگر من فقط تو همین جمعیت این قسمت رو بگیرم و بگم آقا این رو من تحلیل میکنم و این رپرزنت میکنه نمایانگر کل جمعیتی که اینجا هست این درست نیست چرا درست نیستش به خاطر اینکه حالا اینو اگه نقشه آمریکا در نظر بگیریم این میشه رفتاری که فقط تو یک بخش کوچیکی از اون آمریکا از اون جمعیت که من دارم تحلیل میکنم رو در بر میگیره اگر سنشون سن رو بخوام در نظر بگیرم شاید سن این افراد نسبت به کل جمعیت کمتر باشه افراد جوونتر اونجا باشن یا افراد مسنتر اونجا باشن نمیدونم ولی درست نیست که من فقط این یه تیکره بگیرم من طوری باید نمونم و بگیرم که یه ذره از اینجا باشه یه ذره از اینجا باشه یه ذره از اینجا باشه یه ذره از به صورتی باشه که نمایانگر کل این جمعیت across of این population باشه خب و بتونیم بر اساس اون من جمعیتم رو اطلاعات ازش کسب بکنم فقط یه تیکش نمیشه پس باید به صورت تصادفی یه تیکه یه تیکه به صورت یک نواخت به صورت تصادفی یک نواخت در واقع باید اونا رو بگیریم خب که بتونه نمایانگر جمعیت من باشه و از طرف دیگه باید به اندازه کافی باشه الان تو همین مثالی که اینجا داریم داره نشون میده به ما وقتی که تعداد نمونم زیاد باشه این یه نمونه هستش نمونه گیری انجام شده هستش وقتی که تعدادش زیاد هست میانگین اون که حالا بعدا به اون میپردازیم 75 میشه اگر نگاه کنیم میانگین کل جامعه رو 78 در آورده میبینیم که این نزدیک شده به این اما وقتی که تعداد نمونه من کمتره میبینیم 67 به دست اومده و خطا بیشتر شده همینطور که یه ذره بیشتر کرده 71 به دست اومده و میبینیم باز نزدیکتر شده پس اندازه جمعیت من هم بسه این که خطای در واقع تشخیص من تحلیل من کمتر بشه اهمیت پیدا میکنه و گفتیم باید تصادفی باشه حالا این شکل رو آوردم اینجا که یه مقدار بیانگر, بیانگر تصادفی بودن رو نشون بده اگر توجه کنین اینجا اندازه جمعیت من دوازده هستش من بنا به دلایلی نمیتونم همشون رو تحلیل بکنم شاید اگر من همه رو بخوام تحلیل بکنم هر کدوم از تحلیل اینها باعث خرابی این نمون... چیزی هستش میشه که من دارم تحلیلش کنم پس مجبورم تعدادی از اونا رو تحلیل بکنم نمیتونم همشون یه گرونن خب نمیتونم همه رو در نظر بگم با اینکه حتی دوازده تا دونه بیشتر نیست اما من محدودیت مالی دارم نمیتونم همش رو تحلیل بکنم اگر هر کدوم از اینا مثلا یک میلیارد تومنه من به جای که دوازده میلیارد تومن هزینه کنم میتونم اینجا چهار میلیارد تومن هزینه کنم خب اما نمونه ای که اینجا گرفته شده چجوری هستش اومده دوازده تا رو در نظر گرفته اگر توجه کنید یه سفید داریم یه مشکی داریم یه خاکستری کلا داریم من باید طوری نمونمون رو بگیرم که به صورت تصادفی بیانگر, بیانگر, همه اینها باشه یعنی من اینجا یه دونه حداقل مشکی رو دارم یه دونه توسی رو دارم و یه دونه سفیدو حالا اگه توجه کنین از هر کدوم از اینا مثلا از این دو تا اومده این که دو تا اومده داره نشون میده که تعداد مشکی ها بیشتر از تعداد سفید و خاکستریه چون به صورت تصادفی اومده گفته مثلا یک تا دوازده سه بعد حالا اینجا سه نیست دو دو رو گرفته خب اومده تصادفی کاملا تصادفی بر حسب شانس اینا رو انتخاب کرده و اگر بر حسب شانس انتخاب بکنه چون تعداد مشکی ها بیشتر هست توی نمونمون هم قطعا تعداد مشکی بیشتر از تعداد خاکستری و سفید خواهد بود پس تصادفی بودن و اندازه جامعه اندازه نمونه تاثیرگذار هست ما نمونه رو میگیریم که بتونیم با هزینه کمتر با منابع کمتر و حتی امکان پذیر بودن جمعیتمون رو شناسایی کنیم جمعیت لزوما مردم نیست همونطور که مثال زدیم میتونه گلبولای قرمز یه خون باشه وقتی که شما میرین خون میدین و میخواین آزمایش خون... خونتون رو در واقع بریم بگیرین و ببینین که از لحاظ سلامت چطور هستین میرین یه آزمایش خون میدین آزمایش خون رو حالا با سرنگ از خون شما میگیرن و میبرن آزمایش میکنن و به شما جواب نه اون, اون سرنگه میشه نمونه شما کل خونتون میشه جمعیت و اون سرنگه که خون گرفتن میشه نمونه نمونه گیری کردن و اون رو تحلیل کردن حالا اگه توجه کنین مثلا میگن واسه بعضی از آزمایش ها باید ناشنا برین به خاطر چی برفرض میخواین آزمایش چربی بدین روز قبلش هم کله پاچه خوردین خب میزان چربیتون رفته بالا تصادفی نیست یک حالت پایدار نیستش شما همیشه که کله پاچه نمیخورید به خاطر همین بعد اون وایستین که در واقع چربی ها 24 ساعت از بدنتون خارج بشه و بعد به آزمایش رو بدین وقتی که داره خون میگیره از رگتون که میگیره شاید بگین آقا از دستم داره میگیره اون که نمایانگر کل بدنم نیست اما خون تو کل بدن جریان داره و اون جریان باعث میشه همون خونی که تو دستتون هست یه دفعه تو پاتون باشه یه دفعه تو سرتون باشه یه جایی از بدنتون باشه و اون در واقع فرقی نر از کجا بدنتون بگیره اما تو این مثال که داشتیم جمعیت انسانها رو بررسی میکردیم این فرق داره که از کجا میگیریم پس باید تحلیل بکنیم خودمون که چطور نمونه گیری رو انجام بدیم که نمایانگر کل جمعیتمون باشه به صورت تصادفی گرفته شده باشه و به اندازه کافی خب حالا وارد بحث فرایند تجزیه تحلیل داده ها بشیم و بگیم که من اگر بخوام کار تجزیه تحلیل داده ها رو انجام بدم چطور باید این کار رو انجام بدم خب اینجا من این شکل رو از ویکیپدیا گرفتم میخواستم خودم بکشم اما دیدم که تو ویکیپدیا واقعا شکل جامع و مفید رو اومده نوشته کشیده و به خاطر هم همین مستقیم موردم خب اگر اینجا جهان رو در نظر بگیرین در واقع دنیای واقعی دنیایی هستش که من دارم دیتا ها ازش میگیرم ما خودمونم اونم تو این دنیای واقعی هستیم و داریم دیتا رو جنریت میکنم همه چیز این توه جمعیتم این تو تعریف میشه حالا میخواد خون باشه میخواد انسان ها باشن میخوان حیوانات باشن هر چیزی که هستش جمعیت من اینجاست من باید دیتا اول جمع آوری کنم یعنی از دنیای واقعی جمعیتم رو میگیرم خب و باید اونا رو جمع کنم کالکت کنم خب به این میگن داده خام دیتایی که از جهان واقعی گرفته میشه از دنیا گرفته میشه دیتای خام هستش حالا میتونه این توی تکست باشه توی یه متن نوشته باشه از طریق یه فرم گرفته بشه میبینیم میبینیم پرسشنامه پخش میکنن بین افراد و دیتا جمع وری میکنن از طریق پرسشنامه باشه دیتا رو تو کاغذ دارن جمع وری میکنن یا اینکه دوربین های مثلا خیابون ها این دوربین ها دارن پلاک ها رو مشاهده میکنن و عکس میگیرن این دیتا عکسی که گرفته میشه یک داده خام هستش که تو پایگاه دادهشون داره ذخیره سازی میشه بعض جمع داده‌ها داده ها برمیگرده به در واقع تهیه حالا فرم ها ما از طریق یه سری فرم دیتا رو جمعآوری می میکنیم یا از طریق یک روندی دیتا مثلا توی وبسایت اگر باشین شخصی که میاد تو وبسایت و کارهایی رو میکن... انجام میده رو حالا میتونیم تمام اون امکانات رو از طریق یه سری از چیزها جمع کنیم مثلا یوزر چه ساعتی وارد شد چطور با چه بروزری وارد شد چگونه وارد شد همه اینا دادن و ما اینا رو باید جمع کنیم این ها به صورت خامن کثیفن به قول مثال در واقع همینطور پشت هم دارن جمع آوری میشن اگه تو فضای وب اپلیکیشن یا مثلا همین تو کامپیوتر داره اینا جمع آوری میشه یه چیزی دارن اصطلاحی به نام لاگ لاگ فایل دارن که توی تکست توی نوت‌پد اینا جمع واری میشه خب اما اگر مثلا یه شخصی بخواد این دیتا رو جمع واری کنه از طریق فرم میتونه اینا رو جمع واری کنه که به فرم ها باعث میشن باعث جمع آوری داده اون بهشون ساختار پیدا کنه حالا ما یه دوره‌ای داریم به نام تهیه پرسشنامه از طریق گوگل فرم اونجا من فرما رو پرسشنامه رو توضیح دادم که چطور یه پرسشنامه رو طراحی کنیم و از گوگل فرم استفاده کنیم و دادم اون رو جمع آوری کنیم حالا دیتا هایی که جمع آوری شد از هر طریقی این خودش مثلا حالا اینجا لاگ فایل ها که میشه بعدش باید بره توی پایگاه داده ای ذخیره بشه پایگاه داده همونطور که میدونه یه مبحثی هستش توی کامپیوتر به نام معماری پایگاه داده خب که یه مپاسه خب خیلی سنگینی هم هستش اما یه شخصی که تجزیه تحلیل داره کار میکنه باید یه مقداری از اون سر در بیاره مثلا ما اس و اینجا اسمش هم میارم ما چیزی هستش که ما تجزیه تحلیل داده ها خیلی دوستش داریم حالا اکسل هم همونه پایگاه داده جدولی بهش میگن حالا اکسس هم شبیه اون هستش اکسس مایکروسافت اکسس مایکروسافت اکسل اگر نشه ولی خب هستش که توی من پس برنامه نویسا خیلی باش استفاده میکنم و پایگاه داده هاشون رو از طریق اون ایجاد میکنم ما باید یه مقدار از MySQL از اکسس از نحوه جمعوری جدولی در واقع آشنا باشیم خب وقتی که دیتا خام من از هر طریق جمعوری شد دیتا به صورت تکست متنی همینطور پشت همه ما باید اونا رو ببریم توی یک جدول بعد اونا رو پروسس کنیم ببینیم آقا این دیتا من یه دونه مثلا تاریخ داره نسب داره فامیل داره شماره کد ملی داره شماره تماس داره و غیره خب اینا رو ما توی یک جدول میایم تهیه میکنیم که بهش میگیم پایگاه داده جدولی به این صورته یه فیلد بالا داریم فیلد یک مثل مثلا تاریخ شماره شناسنامه شماره کارت ملی خب من میگم اینجا اینا فیلدای من هستن که سرستون نام دارم مثلا توی اکسل اگر برین جدول شما میتونه سرستون داشته باشه بعد هر کدوم از دیتایی که من جمع آوری میشه داده خام من اینجا تکست فایل من میاد توی این جدول میشینه میگه خیلی خوب فیلد یک تاریخ چه تاریخی این جمع آوری شده واسه رکورد یک نفر اول مثلا من دارم جمعیت رو شناسایی میکنم تو چه تاریخی این رو جمع کردم رفتم باش مصاحبه کردم تاریخش اینجا میدونم شماره شناسامش چی بوده اینجا می کد ملیش چی بوده شماره تماسش چی بوده و غیره این میشه رکورد اول سطر اول به اینا میگن ستون و به اینا میگن ستون و به اینا میگن سطر سطر دوم میشه نفر دوم میاد اینجا رو دوباره وارد میکنه همینطور این جمعوری میشه سترا و زیاد میشه حالا هر چقدر که میخواد باشه ما فقط از یک جدول استفاده نمی کنیم حالا این دیگه بر میگره به پایگاه داده و من نمیخوام زیاد واردش بشم اما مفهوم جدول و کسی که داره با دیتا و آمار کار میکنه باید خوب درک کنه فیلد ها و رکورد ها رو که خیلی استفاده میشه تو این زمینه پس من بعد از این میام دیتا رو پردازش میکنم و توی یه پایگاه داده ای ذخیره میکنم حالا من تجزیه تحلیل داده ها وقتی که دیتا ذخیره شده باید اون رو تمیز کنم حالا میتونم برنامه نویس باشم اینجا بیشتر برنامه ها شاید کار بکنن اما تجزیه تحلیل داده ها حداقل با اکسس و اکسل دیگه باید کار بتونه بکنه خب و ما رو بشناسه و بدونه که چطور دیتا ها داره جمع مرشه. تو اینجا باید یه اطلاعی داشته باشه حتی هادوپ رو باید بشناسه من اینجا توضیح نمیدم که گیج نشین خب بعد از اینکه دیتا اینجا جمع آوری شد مثلا رکورد یک دو سه چهار پنج و الا غیره و یه سری دیتا باشه اینا هر کدوم بعد اینا تمیز بشه یعنی چی تمیز بشه مثلا من همه اینا رو لازم ندارم اونایی که لازم دارم فقط یه کوئری میگیرم میدم بیرون کوئری یعنی پرسجو کردن یعنی فیلتر کردن اینطوری بهتره بگم یه سری اونا رو فیلتر میکنم میکشم بیرون فقط میخوام اونا رو تحلیل بکنم یا یعنی که یه سری دیتا ها اصلا تکراری هن. اونا باید حذف بشن یه سری دیتا ها دور افتاده هن. یعنی تحت شرایط پایدار اصلا جمع آوری نشدن اونا هم باید بریزن حالا بسته به شرایط تمیزسازی داده ها متفاوت میتونه باشه وقتی که دیتا من تمیز شد و اون دیتایی که میخواستم رو گرفتم اینجا دو بخش شده اگه توجه اگه دیتا اوکی بود در واقع میره توی حالا مدل کردن و غیره ولی خب پیش از اینکه اینجا بریم در واقع من میام تجزیه تحلیل اکتشافی میکنم اینطوری بریم یعنی چی؟ یعنی میام دیتامو میبینم لمسش میکنم ببینم چه داده ای دارم از اونا چه استفاده ای میتونم بکنم خوب تمیز شده یا نه اگه خوب تمیز نشده و برگردون توی پایگاه داده دوباره پروسسش کن دوباره تمیزش کن و دوباره برگردون به من میام یه سری نمودار میکشم ببینم دیتام داره سری زمانی داره فصلیه داره به صورت سینوسی تغییر میکنه چه جوری هستش چه مدلی لازم دارم چه مدل آماری و احتمالی لازم دارم تا دیتامو تجزیه تحلیل بکنم پس اینجا میاد در واقع دیتا رو لمسش میکنه همینجا خودش به نظر من باید یه دونه فلش میکشید به سمت تهیه گزارشات شهودی بعضی وقتا من فقط نمایش داده ها خیلی از مشکلات رو برطرف میکنه و فقط اینکه دیتا رو ببینم خیلی کمک میکنه به من و اصلا نیازی شاید نداشته باشم مدل آماری واسش در بیارم و اون رو ارائه بدم به مدیرم و بگم آقا اول اینا رو برطرف کن این مشکلات در اومده همینجا خب پس مشاهده داده ها بسیار مهمه خب بعد اینکه حالا دیتا مشاهده کردم تجزیه تحلیل کردم اکتشاف کردم یعنی چه دادایی دارم نیاز دیگه نبود تمیز کنم میرم حالا مدل های احتمالی آمار احتمال ها. مثلا فرضیه سازی میکنم آزمایش های فرض انجام میدم چه میدونم میام چیز اسمش چیه های احتمالی رگرسیون استفاده میکنم تجزیه تحلیل واریانس استفاده میکنم زنجیر مارکوف استفاده میکنم هر چیزی دیگه اینجا تصمیم میگیرم که از چه مدل هایی و چه الگوریتم باید استفاده کنم تا اون رو بتونم درست تجزیه تحلیل بکنم بچا این یه تیکه که دیتامو تمیز میکردم توجه کنید اینجا جمعیت من بود یا من به صورت این را دیتایی که دارم کالکت میکنم همینجا نمونه رو میگیرم نمیتونم برفرض دارم جمعیت کل کشور رو میخوام قدشون رو تحلیل کنم نمیتونم همه رو بیام انجام بدم واقعا مثلا من نوعی که دانشجو هستم نمیتونم برم کل جمعیت ایران رو بگیرم و دیتاش رو جمع واری کنم یا نمونه گیری میکنم اینجا یا اینکه مثلا کامپیوتر داره لاک میندازه همه رو جمع واری میکنه دیتای کسیف رو پردازش هم کرده و ورده اینجا خب به صورت تیبل هم گرفته من تو اینجا یا تو اینجا نمونه گیری انجام میدم چرا اینجا نمونه گیری میکنم به خاطر اینکه اینجا الگوریتمی که میخوام استفاده کنم مثلا اینجا که دارم برمیگردم و دیتامو شناختم الگوریتمی که دارم استفاده میکنم الگوریتم سنگینیه نمیتونم همشو تجزیه تحلیل بکنم حتی بر فرض بعضی جاها یک میلیون دیتا رو من میمونم خب به خاطر اینکه الگوریتمم سنگینه میام از خود این یک میلیونی که اینجا بوده یه نمونه میگیرم نمونه گیری میکنم تصادفی و بعد از ال... مدلم استفاده میکنم پس من دو جا دارم در واقع میتونم نمونه گیری انجام بدم نه مد نظر داشته باشین خب بعد اینکه الگوریتممو در واقع شناسایی کردم چه مدل و الگوریتم استفاده کنم و استفاده کردم میام حالا گزارش هامو در میارم به اطلاع بقیه میرسونم به اطلاع هیئت مدیره مدیر عامل مدیر و افراد مختلف که تصمیم گیرندم میرسونم میگم آقا این اطلاعات و این تجزیه تحلیل این گزارش من حتی پیشنهاد تصمیماتم تمام اینه تصمیم گیری به نظر من اینطوری باید باشه و اونا مطالعه میکنن و تصمیم نهایی رو میگیرن میک دیسیژن تصمیم گیرندگان باید اینجا تصمیم گیرند آقایی که تجزیه تحلیل داده ها کردی به نظر من شاید تو تصمیم گیرنده نهایی نیستی اونی که توی هیئت مدیره نشسته بر اساس تجربهش وقتی که گزارش تو رو میبینه یه جرقه ای تو ذهنش میاد تو میگی آقا از این سمت باید بری. ولی میگه نه دوست خوبم تو درسته حالا تحلیل کردی بر اساس گزارش خودت من اینطوری باید برم چون این اتفاقات گذاشتم افتاده اون مدیر عامل با توجه تجربه ای که داره تصمیم نهایی رو میگیره و ما توی تصمیم گیری به اون کمک میکنیم بر اساس سندیت هایی که داریم تحلیلی که کردیم گزارش هایی که ارائه دادیم میگیم این مسیرهای پیشنهادی ما هستش یا بیا از اینا انتخاب کن یا دیگه خود دانی. یه قسمت دیگه هم میره دیتا پروداکت و برمیگره به جهان واقعی من هر گزارشی که اینجا در میارم خب خودش یه دیتاست و دوباره میتونه حتی تجزیه تحلیل بشه و داره وارد جهان میشه وارد بازار میشه و خود اون دوباره در واقع تو این چرخه میتونه قرار بگیره و اونا رو تجزیه تحلیل بکنه بر فرض مثال وقتی که دیتا سرشماری ها جمع وری میشه و تعداد مثلا خانوار ها ایجاد میشه و اینکه مثلا نوع جمعیت بزرگ و کوچیک سنشون تعریف میشه وقتی که سازمان آمار این کار رو میکنه و این اطلاعات رو دوباره تو سایتش پخش میکنه میاد اینجا واسه من نوعی اون دوباره دیتای خامه که میتونم همونو رو وری کنم و پردازش کنم که 100 درصد تو این دوره خواهیم دید که دیتا های مختلف رو توی وبسایت های دولتی که وجود داره میتونیم بگیریم و تحلیل بکنیم با هم دیگه خب امیدوارم که با فرند تجزیه تحلیل داده ها آشنا شده باشین و استفاده کرده باشین تا جلسه بعد خدا نگهدار